یکشنبه 31 شهریور ماه 1359 ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر. اگه تونستی ممنون میشم. قربان پرونده که خواسته بودی. متشکرم. نه فردا نمیتونم بیام. گوش کن، فردا اول مهره. آخه علی باید بره مدرسه. فرمانده را خبر کن. الو 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 گوشی رو بردار. بریش تو تنکا، تو تنکا، همه تو تنکا. تو دیر دین که چرا گذاشتن اونا شروع بکنن؟ چرا سب کردن تا اونا حمله کنن؟ جان سرنج خودت کنترل کن سروان، حالا موقع این حرفا نیست. برو سر کارت، به اصابت مسلط باش. هلو؟ تلفن ها قفل شده. چرا سرنج به هاتلاین بگو آژیر احضار کلیه پرسنل به پست فرماندهی. الو آیان، بالاخره دولت بحثی عراق جنگ خودشو که از مدت‌ها قبل منتظر آن بودیم با کشور ما آغاز کرد. جنگ شروع شد، جنگی ناخواسته، جنگی که ما هیچ وقت خواستارش نبوده و نیست. ما باید وظیفه مقدسی رو که به عهده داریم به نحو شایسته‌ای به انجام برسانیم. چشم ملت ایران به ماست. آقایان، خلبانان، اکنون زمان آن رسیده که ما شجاعت، شهامت و لیاقتمون رو در راه دفاع از انقلاب، ملت و مرز و بوممون نشان دهیم. دشمن به تصور احمقانه خودش و اینکه شرایط مملکت در روحیه نیروها تأثیر منفی گذاشته، دست به این اقدام وحشیانه زده است. و حالا که ما تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون ما ایستاده‌ایم، از این مملکت دفاع جناب سرهنگ، اگه نقشه وضعیت رو که با آخرین عکس گرفته شده مطابقت داره بررسی کنیم؟ دشمن به خاطر حساسیت منطقه دست به تقویت مواضع پدافندی خودش زده. در این نقطه از موشک‌های سام 6، در این نقطه از موشک‌های سام 2 و در این نقاط از آتشبارهای 57 میلیمتری که با رادار کنترل میشه استفاده کرده. و همینطور طبق اطلاعات واصله در اطراف هدف حدود 10 تا 15 موضع توپ 23 میلیمتری وجود داره. و در این نقاط، یعنی اینجا، اینجا و اینجا، رادارهای متحرک با برد کوتاه مستقر شده. ضمناً با اطلاعاتی که در دست دشمن در میان مواضع مختلف از مواضع موشکی سام 7 و 9 استفاده میکنه. چون این موانع وجود داره، ما نباید دست رو دست بگذاریم و تماشا کنیم. شما بریفتون انجام بدید و توجه داشته باشید که ضمن توجیه کامل وضعیت برای لیدر دسته موضوع را آسان‌تر نشان بدید. البته باید اضافه کنم افسر مأمور یکی از طبقان هست. با وجود تمام این موانع، این اس ام غیر ممکن را ممکن میکنه. اون یک عقاب سروان. یک عقاب قربان؟ حتما متوجه شدید سروان که برای چه منظوری شما رو به اینجا احضار کردیم. بله قربان. مأموریتی برای ساعت 6 فردا صبح به یگان ما محول شده که شما سروان برای انجام دادن اون انتخاب شد. بله قربان. به خاطر حساس بودن این اسم، ما نشستی با افسر عملیات یگان سرگرد کمالی داشتیم.
ایشون به عنوان شماره دو با شما هستند. امیدوارم از تجربیاتشون استفاده لازم رو بکنید. ضمناً سروان امینی شماره سه و صدفان کریمی شماره چهار این پرواز خواهند بود. صدفان پارسا هم برای رزرو در نظر گرفته شدند. بعد از توضیحاتی که افسر اطلاعات و عملیات سروان صدیقی از نظر مشخصات و موقعیت پدافندی هدف خواهند داد، هرچه سریعتر برای طراحی عملیات و توجیه کامل دسته پروازی خودتون به اتاق بریفینگ برید. بفرمایید. موفق باشید سروان. بابا من دیدمش، رنگش سیاه بود، بالشم پهن بود مثل 330. داشتم با دوستان بازی میکردم که بمباش ترکید. ما خوردیم زمین و من فکر کردم الان ماها رو میکشه. بابا هواپیماهای الان بمب تلک کن. مامانی ترسید، من دیگه نکردم. آخ قربون تو دختر شجاع، میدونم که دختر نازم هیچ وقت از هیچ چیز نمیترسه. مگه نه بابا جون؟ آره تو داشتی میترسه. نه گفتم نترسی، میگم که ترس نداری که. بابا تو داشتی میگه نباید چلاغارو روشن کنی. بای بای الان بیا پس میام بوم غلط میکنن دیگه. بیا آره دیدی گفتم ولی خب داداشی راست میگه، ما هم نباید چلاغارو روشن بکنیم. چای میخوری؟ آره من علی سکنم علی خواهر تو ببر تو اتاقتون بشین بازی کنین. اگه پرده رو بکشین میتونین چراغ هم روشن کنین. برید جنو باشه. برید دادوشی بود تو دختر. میگا که اومدن تلفن زدم خونه نبودی؟ همه ریخته بودیم تو خیابونای پایگاه. ترسیدی؟ حالا شما چی کار میکنی؟ معلومه، همون کاری که اونا کردن. کی؟ زمان شما هم نمیدونی، تو هم نباید بدونی پسرم. پدر شما هیچ وقت نخواستین حقیقت رو به من بگی؟ هیچ وقت پدر؟ حب با توی پسرم. شایدم دلیلش اینه که حقیقت برای بعضی ها تلخه، اما واقعیت رو باید پذیرفت. امروز نما بلکه تمام مردم ایران این حقیقت رو پذیرفتن. که جنگه، که جنگ شروع شده. ولی مرگ مادرم چی پدر؟ آیا اونم حقیقت داره؟ واقعا مادر من مرده؟ یا اینکه از هم جدا شدین پدر؟ سمیم مرد، سر من مرد، مادر طفل من مرد. من در حق تو کوتاهی نکردم هرگز. ولی سلامتی شما برام مهمه. دوستتون دارم پدر. زحمت مادر بزرگ و عمامو فراموش نکردم. من مادرمو ندیدم. ولی دلم نمیخواد در این وضعیت دست و پا گیر شما باشم. شب بخیر پسرم.
همسرم، همان گونه که میدانی من به جنگ میروم، به جنگ کسی که مملکت ما را مورد تجاوز قرار داده. با آمادگی که دشمن دارد معلوم نیست از این مأموریت برگردم. من تمام کوشش خود را جهت انجام یک مأموریت شایسته انجام خواهم داد، ولی به عنوان یک مسلمان ترجیح میدهم چند مسئله مهم را از تو بخوام. مادر مهربانم، میدانم به خاطر من، به خاطر تنها پسرت، از تمامی خوشی‌های زندگی چشم پوشیدی. من فقط یک آرزو دارم، اونم دامادی رضاست. اون تنها اندوخته من، دلم میخواد بندازم به گردن عروسم. مادر عزیزتر از جانم، از تو میخواهم شجاع و بردبار باشی. با ناملایمات بسازی و این را بدانی تو تنها مادری نیستی که فرزند از دست داده است. با غصه و گریه برانچه داشته ای و از دست رفته است خود را مشغول نساز. بیاد داشته باش در غیاب من بار مسئولیت تربیت بچه ها روی شانه های تو سنگینی خواهد کرد. بچه ها را خوب تربیت کن و بدان جامعه ما نیاز به خدمت گذارانی با ایمان دارد. عاقل باشی پسرم. خب باشه، مواظب مادر و خواهر کوچولوت باش. باشه، چشم. بابا بر میگردم. باشه، من بر میگردم، اینو باید قول میدم. باشه باشه بابا. بابا خدا نگهدار. بابا من بر میگردم.
خب بچه ها، خوشبختانه شما از تجربه کافی برای این SM برخوردارید. با توجه به اینکه در جریان چگونگی مأموریت قرار گرفتید، حدود 40 دقیقه به زمان استارت مونده. با اجازه جناب سرگرد، بد نیست یک بریف کوتاه در مورد مشخصات هدف انجام بشه تا اگر چیزی رو جا انداختیم گفته بشه. چک های داخلی و خارجی رو طبق چک لیست انجام بدیم. فقط در چک های خارجی توجه کنید که فیوز موشک ها رو حتما چک کنید. زمان استارت 20 دقیقه قبل از تیک آف. برای تیک آف فقط 54 ثانیه. رأس ساعت 5:40 استارت میزنیم. شماره 2 جناب سرگرد کمالی، بال چپ روی خط وسط. شماره 3 سروان امینی با فاصله مناسب از شماره 2 سمت چپ باند. شماره 4 صدفان کریمی با فاصله مناسب بین 1 و 2 و شماره 5 صدفان یکم پارسا هم رزرو هستند. بله. نقطه شماره 4 رو اگر دقت کنید درست روی خط مرزی قرار گرفته. در این نقطه با گفتن رمز عقاب ها مهمات رو مسلح میکنیم. مقدار بنزین مصرفی چقدره؟ در حدود 3800 پوند. برای چه زمان؟ 48 دقیقه. برای رفت و برگشت. خوبه، انشالله که اتفاقی نمیفته و در مسیر برگشت هم دیگه رو میبینیم. انشالله. در ضمن همینطور که در طرح پروازی مشخص شده، سرعت رو تا خط مرزی با 420 نات و ارتفاع 12000 پایی و بعد از این نقطه ارتفاع رو کم میکنیم تا حد ممکن و سرعت رو به 500 نات افزایش میدیم. تنها چیزی که در این ماموریت ارزش حیاتی داره سکوت مطلق رادیویی، مگر در موارد اضطراری که اونم نمیشه کاریش کرد. سوالی هست؟ نه. نه نه. اگر اشکالی در هوابر کسی پیش اومد برمیگرده خونه. حتی اگر یک فروند هم باقی بمونه، این ماموریت باید انجام بشه. چه شیرینی عروسی تو میخوریم؟ استارت میزنیم. استارت چک. عقاب چک. عقاب آماده تاکسی. عقاب تاکسی کنید برای باند 31 راست. فشار 29.94. عقاب چکای قبل از تیک آف 234. درفش. عقاب آماده تیک آف. عقاب باد 300 درجه متغیر 10 تا 15 درجه. مجازی برای تیک‌آف. درفت شنیدم. متشکرم. میریم روی چنل هوشیار. عقاب چک. شماره 2 شنیدم. شماره 4 شنیدم. شماره 3 شنیدم. کاوش عقاب، کاوش عقاب. عقاب کاوش، بگوشم. کاوش عقاب، چهار فروند روی رادیال 180 درجه. 45 مایلی از درفش خارج شدیم. طبق طرح ادامه میدیم. عقاب شنیدم، شما رو دارم، ادامه بدین. کاوش به مرز نزدیک میشیم.
اف خاموش کردم. شماره دارم. فاصله 85 مایلی. در برگشت مود 3 کد 33 رو اسکوایک کنید. موفق باشید. شنیدم مود 3 کد 33. روی خط مرزی هستم. مقابها مسلح کنید. دو شنیدم. سه شنیدم. چهار شنیدم. میریم پایین بچه ها. فاصله جانبی رو زیاد کنید. فاصله 10 ثانیه از هم دیگه شروع کنید. مواظب خودتون باشید. رولینگی. نباشید بچه ها. بر میگردیم. رقاب چک به مرز نزدیک میشه. دو شنیدم. سه شنیدم. چهار شنیدم. لید، اون برج هم چیز بدی نبوده. کاوش عقاب روی رادیال 240 درجه 115 مایل از درفش خارج هستیم. عقاب با چنل دوی درفش تماس بگیرید. خسته نباشید. درفش عقاب. چهار فروند میاییم برای نشستن. عقاب درفش فرود آزاد باند 31. با چک چرخا گزارش کنید. فشار 29.90. ترکوندم اومدم. بابا معلم تازه‌مون آدم خوبیه، منو خیلی دوست داره. تو هم خوبی پسرم. بریم بازیتونو بکنیم. علی میتونم میترسم بابا. باری کلا مامانی میترسه ولی دخترم نه. حالا نه، حالا نه. برو بخواب. وقتی خواستی بخوابی یه بریم دیگه. داداشت برات قصه میگه. برو چینا.
مادر تو هنوز نخوابیدی؟ تو هم که چی نخوردی؟ تا سرد نشده بخورش، میرم بخوابم. مادر چیه بذارم؟ منو ببخش، منو ببخش مادر، من تنها آرزوی تو رو برآورده نکردم. و سرعت رو به 480 نات افزایش میدیم. و بازم میگم تنها چیزی که در این اس ام ارزش حیاتی داره سکوت مطلق رادیویی، مگر در موارد استثنایی که اونم نمیشه کاریش کرد. سوالی هست؟ خیر. شما؟ نه. روز بخیر. روز بخیر. شماره ها را دادن؟ بله دادن جناب سرباز. هوا را گرفتی؟ چطوره؟ خوبه یا نه؟ بله قربان گرفتم، هوا خوبه. در برد نوشته شده جناب سرباز. متشکرم. دیسپچ لطفاً یادداشت کن. شاهین 4 فروند، خلبانها کمالی، درخشان، صدیقی و امینی هستند. شماره ها به ترتیب 75-13، 75-17، 75-12 و 75-18. ضمناً صدفان پارسا رزرو این پرواز هستند. شاهین وارد باند 31 بشید. باد 270 درجه، پرواز آزاد. شاهین چک، چنل هوشیار. 2 شنیدم. 3 شنیدم. 4 شنیدم. هوشیار شاهین. شاهین هوشیار، شما رو دارم. سمت 270 درجه، فاصله 60 مایل، اسکواک، مود 4، کد 55. موفق باشید. بچه‌ها آماده باشید. مسلح کنید. چهار آماده؟ آماده برای پاپ. از ضد هوایی هیچ خبری نیست؟ من رفتم. چی کار میکنی شهاب؟ نترسین، چیزی نبا. ترسیدین نبا، باشو قربونه، شکلتون برم گریه نکنم. نه ماما، نه 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 دخترم، گریه نکنم. گریه نکنم. نه بابا، نه 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 قربونه برم الهی، نه. گریه نکن دخترم، گریه نکن عزیزم، ندا، ویدا، گریه نکن جونم، گریه نکن. آروم، آروم، آروم. گفتی فردا پرواز داری؟ آره. نه ماما، نه نه نه. بیا بقلم، ساکت، نمیشه یه چی؟ ما رو برای همچین روزای تربیت کردن نه بابا جون. یه نظامی باید بجنگه، همسرش هم نباید فضولی بکنه. نه بابا جون، اگه لازم شد جونشو بده، ولی همسرش نباید سوالی بکنه. آخه فردا کلی مهمون داری. این خیس کرد، اینم خیس کرده. آقایون افسرا توجه کنن، زمان استارت 6:10. وقتی به خط مرزی رسیدیم سرعت رو به 500 نات افزایش میدیم و بعد اینجا رو میزنیم. این شاه گل کاشتی. آهش میکنم، قابلی نداشت مهداد. من اومدم مهداد، برو رضا ببینم چیکار میکنی. رضا
ها مواظب آتش از دعوایی باش. بکش به چپ. شدید کم. شدید. شدید بکش. سیمرغ، مثل اینکه شماره چهار رو زدم، شماره چهار رو زدم. آدی سیمرغ، برمیگردیم سمت 90 درجه و ادامه میدیم. اسکوپو دقیق چک کن، ممکن اشتباه کرده باشی. روی رادیال 270 سمت 90 درجه سفر بند. سیمرغ، تایید کنید که سفر بند هستید و چهارمی رو زدم. تایید میشه، چهارمی رو زدم. روی رادیال 270 سمت 90 درجه سفر بند. خونده مرداد رضا کریمی. ببین دیگه قرار نبود که آخه صداش خیلی غم داره. خب ما برای همین روزا ساخته شدیم، همینه دیگه. نشان پویا، درجه سروان، یگانه. قربان، سروان پویا. بگین بیاد تو. لطفا بگید درو ببندن. درو ببند. سروان، یک بار دیگه از طرف ستاد برای شما ماموریت برون مرزی در نظر گرفته شده، مأموریت شناسایی منطقه. کدوم منطقه است قربان؟ کردستان عراق، در خاک دشمن. میخواییم بدونیم منطقه ایکس برای عملیات برون مرزی در این موقعیت مناسبه یا نه. این مأموریت به شما واگذار شده. شما تا به حال چندین مأموریت برون مرزی خطرناک رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم. همونطور که میدونین در اون مناطق، یعنی در کردستان عراق، مبارزین کرد عراقی علیه دولت بعثی در حال جنگ هستند. ولی سروان؟ بله قربان. به من اطلاع دادن که شما در حال حاضر مشکلاتی دارین. پس اجازه بدین که انشالله در برگشتن شیرینی تولد بچه‌تون با هم می‌خوریم. با هوانی روز در مورد انتقال شما هماهنگی شده. هلیکوپتر شما را در منطقه مورد نظر پیاده خواهد کرد. موفق باشید سروان. در ضمن مراقب خودتونم باشید. چشم قربان.
خوبه؟ بازم مهداد، میخوام دختر داییمو دعوت کنم برای نهار. دختر داییت؟ من فکر کردم تو باشون غری. به هر حال مواظب خودتون باش. خداحافظ. مثل همیشه برگشتم براتون زنگ میزنم. قاصد شهاب چهار فروند آماده پرواز. شهاب وارد باند شماره 31 سمت راست بشید. باد 295 درجه 10 گره. پرواز آزاد. موفق بشید. شنیدم. شهاب چک، میریم روی چنل شاهد. دو شنیدم سروان، روی چانل شاهد. سه شنیدم. چهار شنیدم. شاهد، شهاب هستم. چهار فروند برای ماموریت ویژه. شهاب سمت 240 ارتفاع 10000 پا. شهاب شما رو داریم. سمت 240 ارتفاع 10000 پا. شنیدم شاهد. مهمات رو مسلح کنیم. دو حاضر. چهار آماده پذیرایی. سه حاضر. شهاب شاهد، شهاب شاهد، شهاب شاهد، شهاب. هواپیمای دشمن به طرف شما میاد. فاصله 20 مایل. موقعیت هدف 270 درجه. ارتفاع 15000 پا. ساعت 10 شما. ارتفاع 15000 پا، سمت 190 رو نگه دارید. شدید بگردید، دشمن سمت چپ شماست. میدانم شاهد، شهاب موقعیت بگیرید. بگردید به راست شهاب، دشمن ساعت 12 شماست. ساعت 12 شما، بگردید به راست. میدانم شاهد، متشکرم. تایید کنید یکی از هواپیماهای دشمن منهدم شد. تایید میشه شاهد. شاهد، شهاب چهار هستم. یکی از هواپیماهای دشمن رو دیدم. میرم ساعت 6 اون. جا میری جوجه. شهاب ما شما رو داریم، ما شما رو داریم، شما رو داریم. شهاب تایید کنید یکی دیگه از هواپیماهای دشمن منحل شد. تایید میشه. مرداد مواظب باشه که از هواپیماهای دشمن به طرف تو میاد. شهاب یک، شهاب یک، شهاب شاهد، شهاب شاهد، شهاب، شهاب شاهد. شهاب یک، شهاب یک. من هواپیمای دشمن رو نمیبینم. آلفا 45، آلفا 45، آلفا 45. شهاب شاهد، شهاب شاهد، شهاب، شهاب، شهاب دو شاهد. شهاب دو شاهد بگوشم. شهاب دو، شهاب یک چرا جواب نمیده؟ شهاب یک رو زدن. هواپیمای دشمن در حال فراره. شهاب برگردید، تایید کنید برمیگردید برای نشستن. شهاب با چنل قاصد تماس بگیرید. شنیدم شاهد.
میرم. الو علی، مواظب فاطی باش. ای بد جنس، میخواستی قافل گیرم. سلام. 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 چیه زری؟ مثل که منتظر ما نبودی. راستش فکر کردم مهداده. بفرمایی. مگه جناب سروان تشریف ندارم؟ پرواز داشته. صدای هواپیماشو شنیدم که نشست. الان تلفن میکنم که شما اومدی. سلام. سلام علی جون. الهی که قربونت برم. ایوا اون برای چی داره گریه؟ سلام عرض میکنم. ببخشید با سروان درخشان کار داشتم. سلام عمو. سلام علی جان. حالت چطوره؟ خوبی؟ بله. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی خوش اومدین. بفرمایین. افتادین تو زحمت زری خانم. اختیار دارین غفار خان، شما که غریبه نیستین. زری، اینقدر دلم برات تنگ شده بود که نگو. وقتی تلفن کردی انگار دنیا رو به هم دادن. به غفار گفتم اگه آب دستته بذار زمین که زری منتظرمونه. خودشه. برگشته. برگشته. الو، تو کجا موندی مرداد؟ سلام عرض کردم خانم درخشان. من سرهنگ رضای فرمانده عملیات پایگاه هستم. در مأموریتی که مهرداد امروز انجام داد، در خاک دشمن نزدیک یکی از پاسگاه‌های مرزی با چند فروند از هواپیمای دشمن درگیر شده. و بعد از سرنگون کردن 4 فروند از هواپیمای دشمن، متاسفانه خودش را سقوط کرد. حيا. الطيار هبط في الغابة، طاردوه، اقبضوا عليه حيا. نعم سيدي، حالا. هيا تحركوا. Ah!
خوبه سروان؟ مسئله نیست. تو کی هستی؟ من؟ من تکاور هستم. افسر یکی از گردانان شناسایی. وقتی از هواپیما پریدی بیرون من دیدمت. نامردا بعد جوری زدنم پام بی حس. باید از شب چیه؟ پام بی حس. کمکت میکنم. بلند شو. بلند شو. اونا به عربی به هم میگفتن دستور دارن تو رو زنده بگیرن. بیشتر خلبانا رو سعی میکنن زنده بگیرن. تو چه منطقه هستی؟ در کردستان عراق. اسمتو نگفتی؟ جمشید پویا سروان. بیا. ترجلو اسرعو اسرعو هيا اسرعوا اقبضوا عليه حيا اسرعوا هيا خذوا مواقعكم اهجموا اونا تو رو میخوان البته زنده سروان هيا حاصروه اريده حيا ما مسلح نیستم بیا از خودت دفاع کن به زودی محاصرمو میکنه تراجعوا اطلبوا قوات إضافية هرش ورد يا شباب فرقوا تماشاكم سروا تحصنوا اذهبوا خلف الأشجار چی هستند؟ اینا رزمنده های کرد هستند که با بسی ها می جنگند سردرستشون قباد دوست منه سلام بازم از این طرف ها همون لعب گرن زخمی شده؟ همون خلبانه ها؟ بله باید از جا بریمش یلا به کمک احتیاج داریم نمیتونه خوب حرکت کنه یلا باریدش دوشون مثل مار زخمیه هر همون میشنه برگرده ها بنا فلت بیشتر برمیگرده دیدم از چطور سواب ما پرید پایین بعدش گفتم مهرداد مواظب باش میگ ولی مهرداد نتونست میگو ببینه بعد از اصابت موشک به مهرداد چون سرعت خیلی زیاد بود از نظرم ناپدید و به همین دلیل حتما مهرداد سالم پریده بیرون زری جان جناب سروان سالمه خودتو ناراحت نکن
حالا میبینی به زودی خبر سلامتیشو میارن. بله حتما سالمه. خب دیگه حالا بهتره بفرمایی یه چیزی میل کنی. بفرمایی، خواهش میکنم. زری جان چطوری چند روزی تو و بچه ها بیاین خونه ما دوره هم باشی؟ پیم باید برین دردن. لا اله الا الله لدستم بس کافره. نمدن پسرتان رو کشتم. خیلی ممنون جناب سروان. بله بابا. سلام علیکم. خلبان را برید خدمت شیخ. یالا سلام علیکم جناب شیخ. اما خلبان ایرانیه که به احترام مهمان فارسی حرف بزنیم. یک خلبان ایرانیه، احترامش واجبه. من وجود کسی دیگر حس میکنم. غریبانی یا شیخ از دوستان ماست. یک نفر را بفرستید دنبال شکسته بند. دخترم برو به جمیل بگو زود بیاد اینجا. بله بابا جان. بسر جام خواهی خود به من پرزی. بازم درد داره، میترسم شکسته باشه. طاقت بیار. ببریدش توی اتاق روی تخت. اون وحشی ها هیچ رحم سرشان نمیشه. بیا چشمانم تو جایی را نمیبینی. شرمنده تانم، میترسم خدایی نکرده لو برینو چشم زخمی بیتان بخوره. اون بی شرما اگر قدرت داشتن همه ی ما را میکشتن. نه بس زیر سقط اشکرتی دامت. سلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمو عمو جمیل فرمو. آمدی بابا جان. سلام علیکم یا شیخ. علیکم السلام عمو جمیل. هر کاری از دستت برمیاد زود انجام بده، جانش در خطر. جوانه لکویا توی اون اتاق. خدایا خودت به هج رحم کن جوانه. نگران ما بنه، دستی نشکسته، هیچ نیه، ولی بد جوری در رفته. بسی ها تیارهش نزدند افتاد انواری کو، خودش را بچت انداخت پایین. شاید نتانه تحمل کنه، دستکانی بگیریم.
تعمل کن. میدونم درد داره ولی تحمل کن. خدا وای کمکی پیپ جوان غریبه خدا. خیلی درد داره. من بر میگردم، من بر میگردم زهرا. دختر خوبم علی. نه من بر میگردم، من بر میگردم. آتش. سلام خانم، ببخشید، بفرمایید، بفرمایید تو. سر شوهر من چی اومده؟ چرا نمیفرمایید تو؟ اون مرده؟ نه خانم، خدا نکنه. منو ببخشید، وظیفه داشتم خدمت برسم، ولی متاسفانه. ببینین جناب سروان، حقیقتو بگین. من باید بدونم. خب سروان گفت میک اون اجکت کرده. مطمئن باشید اون زنده است. علی جون بلند شو، خواهرتو ببر تو اتاقتون بخوابی. تو هم برو فادی جون. داداشی سب کن منم بیا. داداشی چرا گریه میکنی؟ برای اینکه دیگه بابا نداری؟ من اون میام. بابای حمیدم رفت عراق بام بندازه ولی دیگه نیمه. اما بابای من میاد، من میدونم که میاد. گریه نکن داداشی. ای زری، یعنی چی؟ انگار حالت بهتره. اینجا کجاست؟ مخفیگاه منزل جناب شیخه. دیشب منتقلت کردیم اینجا. تمام شب و بیهوش بودی. ساعت چنده؟ 6 صبح. اینجا جایش امینه. دشمن میترسه شو اینجا بیایه، اما روز ممکنه بیایه. اون کیه؟ دختر جناب شیخ سروان، صاحب این خونه. ما مزاحمتون شدیم. شما دوستانی ایما هستین، خجالتیم، چیزی نداشتیم که پذیرایی کنیم. برای تن شیری گرم هاوردم. من و پدرم تنها زندگی میکنیم. شوهر من رفت. کی؟ از وقتی با اسیها جنگ شروع کردن. فکر میکنی برمیگرده؟ اون مرد جنگه، دلم میگه اون برمیگرده. تارا! چیه بابا؟ سر و صدا میاد، فکر میکنم حرامی ها هستن. صداشون رو میشنوی؟ دارن میان اینجا. Thank you.
دهنش بیرون نیاد. تا خان دستور نداده کسی کار نمیکنه. خان عزاداره. پس که فرمان میده؟ اگر لازم شد من فرمان میدم. این بحثی ها دنبال بهانه میگردن. هنا راقبوا جيدا، راقبوا السطوح والأزقة جيدا، واقتلوا كل من حاول المقاومة. تحركوا. اینجا پنهانش کردیم. کسی اینجا مخفی نشده. اون که میبینی پسر خانه مرده. از چشمات میخونم که داری با من کلک میزنی. جنازه پسرم بی حرمتی کردی، فرمانده. پسرت با مرگ طبیعی نمرده، جای گلوله فرمانده تو پیشونیشه. فرزندان ما همشان از پیشانی و سینه گلوله خوردن، هیچ وقت پشت به دشمن نکردن. پس اعتراف میکنی اونایی که دیروز با نیروهای ما در جنگل درگیری داشتن افراد تو بودن؟ سربازای شما بودن که پسری خان را کشتند، و شما تقاص این جنایت را پس خواهید داد. عقرب سیاه پوش، پس شما اون خلبان ایرانی را نجات دادیم و اینجا آوردینش؟ او کجاست؟ اگر برای دستگیری خلبان ایرانی به اینجا آمدید وقت تلف نکنید، بگردید پیداش کنید.
زمنم به این مزدورات بگو سلاحاشن را اینطور به طرف ما قلاول نگیرند. ما چه مسلح نیستیم. اگر اون خلبان توی ده شما پیدا بشه مطمئن باشین حتی به بچه هاتون رحم نمی کنیم. و قبل از همه از تو شروع می کنیم. فرمانده، میخوام پیش از اون که جنازه پسرم لقد دیگه ای بخوره دفنش کنم. این اجازه به شما داده میشه به شرطی که تعداد افرادت همینا باشن، نه بیشتر. در ضمن تا اینجا رو خوب جستجو نکردیم، کسی حق نداره از این آبادی بیرون بره. فهمیدین؟ ده شما توسط سربازان و هلیکوپتر محاصره شده. مقاومت بیفایده است. آن بحث کافر خیلی خطرناکه، با کسی شوخی نداره. اگه ایران یکن پیدا کنه مخصوصا آن خلبان تیکه تیکه میکنه. خودش میگفت بارها موازعه نظامی موسل و کرکوکه بمباران کرده. حق با شما است، هرچه زودتر او دو ایرانی را بیار اینجا. موازه باش کسی متوجه نشه. به هر طریق شده باید اونا را به مرز ایران برسانیم. شرکو که دفت میکنی؟ همی امروز به مردم بگین آماده باشن. بالای غریبه میگردیم، ندیدی؟ من کورم، چشمم جایی را نمیبین. اما تو تنها نیستی، مگه نه؟ حتی شکر مکال. عراقی ها آمده، دنبال شما میگردم. عجله کنید، از زندالا فرار کنید. زود باشید، برید. كان هذا في بيت الشيخ، لقد وجدناه هناك. حاصروا البيت. مسكير سيدي. Oh!
اون خلبان رو کجا مخفی کردین؟ بگو حرف بزن، بگو کجاست؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. دیگر صلاح نیست شما تو این آبادی بمانین، همه جا دنبالتان میگردن. باعث زحمت شدیم، برای مرگ پسرتونم خیلی متاسفم، به خاطر ما کشته شد. انا لله و انا الیه راجعون. و به خاطر هدفش کشته شد. پسر خیلی دارم مثل شما. تشکر میکنم، به خاطر اینکه به ما امان دادین ممنونیم. مغازه نظامی موسل را که چند وقتی پیش بمباردمان کردی دیوان نشان کرده. خبر آوردن که برای دستگیری شما نیروی زیادی فرستادن. این که محاله، ما زنده به دست دشمن نمیافتیم. اصولا برای جانبازی ساخته شدیم، ولی زنده موندن ما برای ارتشمون خیلی اهمیت داره. ولی راه‌های ارتباطی تحت کنترل شدید دشمنه. قیمت جانمانم چی شده؟ سعی خودمانم میکنیم. یک راهی مخفی از جنگل هست که به یک دشتی بزرگ میرسه، ولی وسیله ای میخواهد که خیلی زودتر به آنجا برسیم. منظورتون اسبه؟ هلیکوپتر خیلی راحت میتونه اسبش کار کنه. موتورسیکلت؟ من هم دارم. که ما هم سوار میشیم. مسئله مهم از جنگل تا پله. موتورا کجان؟ تابوت زیر پاتان مشکل حل میکنه. تکلم، هیا، تکلم، تکلم، حالا میگی یا بابای کوره تو توی تنور خاکسترش کنم؟ حرف بزن، حرف میزنی یا نه؟ تکلم، با وجود باش، حرف بزن، اون خلبان کجا رفت؟ کفا احرقوا بيته، اذا لم يتكلم هذا الكلب العجوز اعدموه. بابا بريدن، 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 بابا بريدن. خذوه تحت الشجرة، هيا أحرقوا البيت. باز اکن ماری جنابی شیخن اگر تیه برده. حالا موشه بابا، بابا.
خاطرتان فراهم شده. حالا دیگه میفهمن چاره ای ندارن، یا باید بگن اون خلبان کجاست یا شیخشون حلق‌آویز میشه. مگه نگفته بودم بیشتر از اونایی که توی خونن کسی حق نداره دنبال جنازه باشه؟ خانه ما ده منه، کسی به اهالی خانه ما اضافه نشده. چرا؟ چرا؟ من این مرد رو قبلا اینجا ندیده بودم. غریب است. سیدی اوصل نفسك الى بيت الشيخ. انظر ماذا هناك. سيدي القائد خدعونا، الجنازة هنا. هیچ کس از جاش تکون نخوره، مگر نه سرباز هم همه تونو قتل عام میکنن. اون تابوتو بی معطلی بزنین زمین. میخوای چیکار کنی؟ میخوام ببینم کی اون تو خوابیده. برو کنار. جلاشون رو بگیرید، تابوت رو ببرید، تابوت رو ببرید، بذاریدشون. همویم کجن؟ بیا کجن همویم؟ بابا، بابا، بابا کیا؟ بابا. موتورها پشتی اون درخت شکسته پایین هستن. از توی جنگل برین، از تعقیب هلیکوپترها در امانید. از جنگل تا پل فاصله زیادی نیست. عمری پل هوای خودتانه. شما چیکار میکنین؟ ما اینجا میمانیم و میجنگیم. اینجا خانه مانه. به درت هم میخوره. به امان خدا. باش رابیو.
بچمه. شماره ما رو میزنن. راه جنگل از کدوم طرفه؟ مستقیم. رابی برو. جناب سروان. بله قربان، یه هلیکوپتر عراقی داره نزدیک میشه. خوب دقت کن، انگار یه موتور رو تعقیب میکنه. روی موتور دو نفرن، یکیشون لباس خلبانی داره. چه وضعیه؟ آتیشش تونتر شده. مهم نیست، به دنبال خودمون میکشیمش. هلیکوپتر بزنید، نذارید نزدیک بشه. آتش! صدای شلیک پاسگاه ماست. چیزی نمونده برسی به پاسکا. دارم میبینم. برو برو اونهاش. پاسکا پاسکا. به مرز رسیدیم، به مرز رسیدیم، نجات پیدا کردیم. آره برو تونتر. قربان، اونا دارن به میدان مین نزدیک میشن، بهشون علامت بدین، جونشون در خطره. دارن خوش آمد میکن. Thank you.
فرمانده من بگو. بهتر حرف نزنی جمش، آروم باش. بگو منطقه ایکس برای عملیات مناسبه.